خب این سوره مبارکه که این دوتا آیه خونده شد، این قبلش از اینجا شروع میشه که و عباد الرحمن آیه 63 الذين يمشون على الارض هونا. سوره مبارکه فرقان سوره 25 قرآنه. اون وقت از این آیه 63 اینجوری صحبت شروع میشه که عباد الرحمن، بنده های خدای رحمان. خود خدا داره بنده هاش تعریف میکنه. ما خیلی زیباست دیگه این که آدم چی تعریف میکنه، چی تو شده، چی شده، حساسیت پیدا میشه. اینا کیا هستند؟ الذین یمشون علی الارض هونا، راحت زندگی میکنن، سختگیری ندارن در زندگی خودشون. بله، یعنی خیلی غرق زندگی با تجملات نمیشندن که حالا چیزم باشه، نه، راحت زندگی میکنن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با افراد نادان که روبرو میشن خوب حرف میزنن، با سلامت صحبت میکنن، یعنی حالا اون طرف نمیفهمه، شما که میفهمید. دیگه از صفاتشون اینه که یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شبها خلاصه با خدای مقداری صحبت، سجده، قیام. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یه مطلبی که بسیار مسئله خطرناکیه. ما جلوپامون مرگ هستش، بعدش عالم برزخ هست، بعدش قیامت هست، بعد قیامت یا بهشت یا جهنم. تمام جمعیت که تو قیامت جمع میشند، همه وقتی همه میرن 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 میرن، شما بعدش اگه بیای تو قیامت میبینی هیچ کس نیست. سوال میکنی اینا کجا رفتن؟ قرآن جواب داده فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یه عدهشون تو جهنم هست، یه عده تو بهشت. یعنی هیچ کس تو قیامت نمیمونه. خب نکنه وقت عاقبت کار ما به جهنم بکشه؟ این خطر خیلی عظیمه. خدا تعریف کرده که عباد من حرف میزنن با من، میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، عذاب جهنم رو از من بچرخون، بگردون، من گرفتار عذاب جهنم نشم. ان عذابها کان غراما، هیچ ضرری مثل عذاب جهنم نیستش. انها ساعت مستقرا و مقاما، بد جایست جهنم، بد مرکزیست، بد منزلگاهیست. خب یکی از صفاتشون راجع به جهنم با من حرف میزنه. خب بگو شما، بگو حالا هر دری بلدی وقت با خدا، خدا من نبری جهنم و ما کار نگم، ببخش با. والذین اذا انفقوا، کسانی که تو هزینه زندگی، هزینه ها اسراف نمی کنن، چشم تنگی هم نمی کنن که سخت بگیره، نه، و کان بین ذلک قواما، نه اسراف نه زیاد، بینش می شود. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ خدایی جز خدای یکتا رو اینا نمی خوانند. لا یقتلون النفس، هیچ کس رو نمی کشن الا بالحق، که خدا حرام کرد، ما را دعوای جنگی سینا. و لا یزنون، اینا زنا نمی کنن. و من یفعل ذالک یلقى اثاما، روی زنا خدا واساد داره تعریف میکنه، میفرمون کسی این کار رو بکنه خیلی اسم و گناه بزرگی تو پرونده میبره. یضاعف له العذاب یوم القیامه. امام ششون فرمودن که با یه عدد زنا، خدای نکرده کسی بره تو قبر، البته کرده توبه کرده، خب توبه خدا بخشیده رفت، توبه اینه که پشیمون شده خدا میبخشه، نه پشیمون هم نشده و توبه هم نکرده رفت تو قبر، دست کم یه عدد 700,000 در از جهنم به قبرش باز میکنه، از هر دری یه جور عذابش میکنن تا قیامت. قیامت اینو زیاد میکنن، یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، همیشه به خاری تو این عذاب ها هست. گناه خیلی خطرناک. حالا رسیدیم به آیه که
شما میخوای. الا من توبه، بله اگر کسی توبه کنه و آمنه. چرا گناه کرد؟ خب ضعف ایمان بود یا ایمان نداشت، اینا میبره. توبه بخواد بکنه باید ایمانش قوی تر کنه. ایمانش چی؟ ایمان انسان قوی میکنه. قرآن میخونن، انسان با دقت گوش کنه، ایمانش قوی میشه. تصمیم بگیره به انجام واجبات الهی و مصممه، ایمانش زیاد میشه، ایمانشو بیاره. و عملا سالها دیگه نکنه، دیگه جوری باشه که هرچی موردش هم دیگه رخ داد این کارو نکنه، قبول، خدا قبول، عفوش میکنه هر گناهی باشه، چه زنا چه غیر زن. وقتی که کسی بعد از توبه پایداری میکنه و دیگه به اون گناه بر نمیگرده، یبدل الله سیئاتهم حسنات. آخه اون فاصله که مثلا نیم ساعت مثلا این کارو میکرده، وقتی عفو میشه اون پاک میشه، جاش تو پرونده خالی میشه. خدا در اثر اینکه این پایداری میکنه و توبهشو ادامه میده و به این گناه دیگه آلوده نمیشه، مبارزه میکنه، جای خالی رو حسنات مینویسه. عجیب خودش خدا. که امام زین العابدین تو صحیفه سجادیه میفرماد یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات. یعنی گناهش منهای 50 بوده، مثلا 150 تا ثواب جاش می، چند برابر ثواب. ان کذل فضل العظیم، تو صاحب فضل عظیم هستی. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا خدا به علت پایداری بعد از توبه حتی سیئاتو که عفو کرده جاش حسنات می نویسه. و کان الله غفورا رحیما، خداوند خیلی آمرزنده است، خیلی مهربانه. بعد آیه بعدی که خوندن و من تاب و عمل صالحا، کسی توبه کنه و از حالا به بعد عملش صالح باشه، فانه یتوب الی الله متابا. یک کسی گناه کرده، توبش اینه که پشیمان بشه، این توبه است. خب پشیمان شد، خدا عفو میکنه. اما آیا واقعا درست شد کارش؟ خدا میفرماد ادامه داره و عمل صالحا، بعدش مورد پاش پیش میاد دیگه نه نمیکنه دیگه اون کار انجام. این دلیله که واقعا توبهش دیگه آمده سمت خدا. خدا اول چی باعث شد این گناه کرد؟ خوب هم نمیکنه دیگه، با مبارزه کرده، شهوت رو کنار بزنه دیگه، چی داره؟ این توبه است. بعد چند تا صفات دیگری هم میفرماد که و من والذین لا یشهدون الزور، کسانی که شهادت باطل نمیرن بدند. و اذا مروا باللغو مروا کراما، و حرفای بی اساس برخورد میکنن، خودشون مشغول نمیکنن، رد میشن. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، آیات پروردگار رو میشناسن. وقتی اسم از حضرت موسی و عیسی و قرآن و انبیا میادش، اینجوریست که نشناسن، میشناسن، احترام میکنن. خب مؤمن اینطوریست. لم یخروا علیها صما و عمیانا، و کسانی که به من که خدا میگن که به ما زنها بهشت بده و ذریات ما و زنهای ما رو تو بهشت همراه ما بکن، نور چشم ما باشن و ما رو امام متقین قرار بده. ببینید دیروز داشت تلویزیون با این صحبت میکرد، مختلف حرف میزدند. یک کسی گفتش که من این کار که میکنم دیگرانم بلد میشن میکنن، همین حالتیست. خودش میفرماد بنده های من دوست دارن همچین بندگی بکنن که دیگران ازشون یاد بگیرن، حتی تا این مرز. میگویند ربنا، به من میگن که وجعلنا للمتقین اماما، ما امام متقین باشیم، یعنی اینقدر خوب باشیم که دیگران هم تو خط ما بیان، راه ما رو بیان. بعد میفرماد اینها رو من غرفه های بهشتی بهشون میدم به علت صبری که کردند. استقامت میخواد این کارها، پایداری میخواد. یلقون فیها تحیتا و سلاما، در بهشت برخورد خوب با اینا میشه، تحیت سلام و همیشه هستن، حسنت مستقرن و مقاما. حالا این آیات که در اینجا آمده شد، حالا به همین مناسبت ببینید ماه رجب که این برادر مطرح کردن،
اینجا در مفاتیح اعمال ماه رجب و بعد شعبان و بعد رمضان که مفصل شیخ عباس نوشته، چون رجب از ماهای عبادتیه. بله، یه بند خدایی داشت صحبت میکرد چند وقت پیش، حرف قشنگ زد، خودم بیاد بالا، گفتش که این ورزشکارا که میخوان برن روی سن مثلا کشتی بگیرن، من توی ورزش فوتبال اینا میبینم تلویزیون قبلا میخوام میدوند که دست پاشون نرم بشه، چون میدون همش باید دوید، بخواه بخواه بدوی یا از صفر حرکت یا بخواه بطوی، میدونم دست پاشون نرم. میگفتش که ماه رجب عبادت ها شروع میشه، حالا گهگاهی روزه بگیرید، نماز بخون، چی آمده بشو که شعبان هم میاد اونجا، بیشتر آمده شو که رمضان دیگه میخوای عبادت کنی عادت کرده باشی. ماه رجب، بله اینجا ایشون دارن شهست تعریف هاشون میکنه. آیا اشیخ عباس خدا غریق رحمتش کنه، اشیخ عباس سال هم 88 بود که بود ما رفته بودیم نجف، من قبر مرحوم اشیخ عباس بلدم کجاست، سال 56 قبل انقلاب هم بود رفتیم قبر رو یاد گرفتم بلدم. دوستان گفته بودن که ساعت 9 از زیارت بیاید دم کفش داری که بریم هتل. من اومدم دیدم که من اومدم سر وقتم کسی نیومده، حالا روشش بیا قبر شب باس نزدیک بودش، گفتم حالا بریم سر قبر ایشون فاتحه بخون. اومدم دیدم که این سنگ‌های کفه چیزو جمع کردن که سنگ نو کرده بودن، دیدید بعضی وقتا بالا پایین میشه سنگا رو جمع میکنن صاف، و یه نردم گذاشتن که این تازه میشه که سنگ کردن کسی نره اونور، یه پلیسی هم اونور نشسته. من فهمیدم اینجا حالا فعلا تازه است، نمیشه رفت روش، هم کنار نرده ها قبر رو میشنونستم. پولیس هم مثل که من دید اعتماد که بیا، این دیگه عیب نداره بیا. خب تشکر کرد میرفتم سر قبر رو برگشتیم، آمدیم منتظر این آقایی که دم ورودی حرم مسجد علی بود، نه برای من تعریف میکرد، داشت برای کسی میگفت، بلند تو من شنیدم گوی سنگار جمع کرده بودیم این قبر رو مرتب کنیم، یهو قبر اشیخ عباس و استادش مرحوم نوری یهو پیدا شد جنازه ها، حالا سنگای افتاده بود یا سنگا رو برداشتن اینا. من حساب کردم که من متولد 22 ام، 4 سال قبل از اینکه ننم منو بزاد اشیخ عباس از دنیا رفته، اون سال حساب کردم که 60 سال از دفن ایشون گذشته، 64 سال. گفتن که جنازه تازه قصد جمع شدن همه، آی نوری هم استاد ایشونه، اسمش رو برده اینجا، خب بله هم بودن اینجا قبرها پلن، و همین که دو نفر پیرا مردم الان خوابیدن، کفن تازه، بدن تازه، تازه تازه. گفت یه خیلی چی شد و بعد همونه. ببین خدا میخواد اینا رو نشون بده که زحمت کشیدن، خدا داره احترامشون میکنه. اشیخ عباس میفرماد بدان که ماه رجب و شعبان و ماه رمضان در شرافت تمام هست، یعنی خیلی خداوند این ماه ها رو قرار داده ماه های عبادتی که بالاخره یه چیزی گیر ماه ها بیادش. شما هر وقت بری خونه پدر بزرگ یا چی عیدی در کار نیست، عید نوروز بری عیدی میده، این ماه ها خدا قرار داده میگه توی این ماه ها بیاد من زیاد ثواب بدم، همیشه میده، این ماها بیشتر میده، فضیلت دارن. اون وقت پیغمبر فرمود ماه رجب ماه بزرگ خداست، ماهیست که در حرمت و فضیلت با آن نمیرسد، قتال با کافران در این ماه حرام است. عرب ها خیلی دعوا میکردن با هم، چند صد سال قبل از اسلام جمع شدن پیر مرداشون و اوغلاشون، گفتن بابا همش کتک کاری و دعوا، ما خیلی نونم باید در بیاریم آقای چیزی، گفتن 3 ماه دعوا نکن، ولی با قاتل پدرمون رسیدیم تو کوچه به هم کار نداشت، یه ماه این ور ذی‌حجه یه ماه اون ور ذی‌حجه با خود ذی‌حجه، یعنی ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، رجب تک میافتاد، گفتن ماه رجب هم دعوا نکن، اسمشو گذاشتن ماهای حرام، یعنی دعوا حرومه، که خود نونم در بیاره میخواهم هشک کتک کاری. اسلام هم که آمد قبول کرد، گفت این ماها دعوا نمونه، اینو میگه که قتال با کافران در این ماه حرام. فیلم امام علی رو نشون میداد تلویزیون، داشت ما معاویه جنگ میکرد تو صفین، 18 ماه جنگ طول کشیده،
رسید به ماه رجب، جنگ تعطیل بود، لشکر خیلی خرج داره تو بیان، بیکار بودن اینا اونا، بیکار بودن، روزه میگرفتن، دعوا نبودش. تا ماه رجب تموم شد دوباره دعوا شروع کرد. رسید به ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، بله، و محرم، این سه ماه دعوا نمیکرد. اینا رو بهش میگن ماهای حرام. رجب ماه خدا پیغمبر فرمود، شعبان ماه من، رمضان ماه امت منه. بسیار خوب. کسی که یک روز از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خوشنودی بزرگ خدا گرد. یه روزم روزه بگیریم ماه رجب، خیلی خدا خوشنود میشه از ما و غضب الهی از او دور گردد. یه وقتی به شما خبر میدن که آه بابا در دست عصبانی بگیره و لط و پارت کرده، خب خیلی میترسی دیگه. خبر میانه نه راضی شده دیگه، خشمناک نیست. اینجا میگه خدا از کسی غضبناکه، یه روز ما رجب روزه بگیره، نه غضبش میخواد. چه مهمه. در یا درهای جهنم بروش بسته میشه. جهنم هفت تا در داره، یه روز روزه، یکی از درها دیگه میبندن رو به شما، شیش روز دیگه هم بگیر که بقیه هم ببندن. از امام موسی بن جعفر علیه السلام منقوله که هر که یه روز از ماه رجب روزه بدارد آشش جهنم یک راه از او دور میشه. هر که سه روز آن را روزه دارد بهشت بر او واجب است. تشویق دارد میکنند. فرمودن رجب نام نهریست تو بهشت که از شیر سفیدتره، از عسل شیرینتره. هر که یه روز روزه بداره البته از اون نهر بخوره. امام صادق فرمودن که پیغمبر فرمود ماه رجب ماه استغفار امت منه، استغفر الله ربی و اتوبه. در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است. گفتن لغت رجب یعنی عصب، میگن رجب عصب، زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت خیلی ریخته میشه. خیلی بگوید استغفر الله و اسأله التوبه. خب خیلی تعریف که دارن برای روزهاش میکنن، ببینید هیچ شوق و ذوق ایجاد میکنن. خدا توفیق بده این عبادت ها رو. یه جوانی بودش چند سال پیش، جوان کرد فرسی 40-45 سال شد، گفتن این مال سپاه هم از چیز بسنن سردارا، گفتن این رجب شعبان روزه میگیره، حال رمضان هم میگیره. آره بودم ببینیم بعضی ها چه توفیقی که مثلا ماه رجب روزه میگیره، شعبان همش روزه. سلمان هم فرمود تو اون روایته، گفت من ماه رجب رو روزه میگیره، شعبان هم میگیرم، رمضان هم میگیرم. آقای رفته خدمت امام ششم، گفتش که آقا به من فرمود که آخرای ماه رجب بود، فرمود چند روز مانده، بحث شد چند روز مونده بود، آقا به من فرمود که روزه گرفته ای تو این ماه؟ گفتم نه والله. ای فرزند رسول خدا، فرمود اونقدر ثواب است تو فوت شده که قدرشو به غیر خدا کسی نمیدونه. به درستی که این ماهی است که خدا آن را بر ماه‌های دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و برای روزه داشتن آن، گرامی داشتن آن را بر خود واجب گردانیده. گفتم پسر پیغمبر این چند روز مونده روزه بگیرم به بعضی ثوابا میرسم؟ فرمود ای سالم، اسم سالم بودی، هر که یک روز از آخر این ماه روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر. هر که دو روز از آخر این ماه روزه دارد بر صراط به آسانی بگذرد. هر که سه روز آخر این ماه را روزه دارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدتها و هولهای آن روز و برات بیزاری از آتش جهنم به او عطا کنند. بله، بعد وقت دارد ثوابا رو میگن. ببینید وقت دعاها شروع میشه که این دعاها رو بخونید. چه دعاهایی رو به چه زحمتی من خدا این دعاها رو چی کردن؟ بالاخره یه آقایی بوده اسم شریفش بوده محمد ابن زکوان، این خیلی آدم عابدی بوده زمان امام زین العابدین، خیلی عابد و خیلی شو فلان زمان امام جعفر صادق.
انقدر توی سجده هاش گریه کرده در عبادت و اینا که کور شد. اون وقت معروف به سجاده برای اون که اونقدر سجده کرد و گریست در سجود که نابینا شد. یه همچه آدم اینجوری ها، یا آدم اینجور کلاس بالا، رفته خدمت امام ششم گفته که آقا ماه رجبه، می دعایی به من یاد بدید که خدا به من نفع ببخشه. فرمود بنویس، همین که میخونی بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه و انده کل شر تا آخر، که دستم به محاسم میگیرید. ببینید این با این کلاس بسیار بالایی که داشته، آقا تو ذهن یادش داده که این خودش میگه ثواب خیلی زیادی گیره من میاد. خب این دعاها رو مثلا بند خدا یاد گرفتن، خب جام نوشتن، ما هم انجام بدیم، خیلی ثوابای عظیمی داره. این دعای ما را جواب داشتن میخوندن جوان ها با هم شوخی میکردن. سه تا بودن، دو تاشون ریش نداشتن، یکیشون بلند بود ریشش، اون که ریشش بلند بود خب ریش خود گرفت، این دو تا هم به ریش اون چسبیده بودن اونجوری. نه این میگه هر رم شیبتی علن نار، داره به اشاره میکنه ریش منو با آتش حرم کنه نرم جهنم. بله اون مخرش. ببینید این بساط اینطور روایت شده که در ماه رجب اگر کسی هزار بار بگه لا اله الا الله، بنویسد خدای عزوجل برای 100,000 حسنه و بنا فرماید برای 100 شهر در بهشت. 100 شهر. اینا ببینید فهمشو، درکشو، هضمشو، آرزو کردنشو، اینا کلاسایست که هیبت بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو. توی یه روایتی دیدم که یه فرشته ها رو قرآن کریم در سوره فاطر، سوره فاطر یه اسم دیگرش هست سوره ملائکه، یعنی سوره فرشته ها، بالهاشون رو فرموده که چند تا بال مختلف، بالاشون که بیشتر باشه و خیلی قوی هم تو پرواز و خیلی سریع، یعنی وقتی 16,000 بال هم چی چیزی. یه فرشته خیلی قوی در سرعت و چون بالهای اینا از خدا اجازه گرفت که من ببینم بهش چقدره، از اول تا آخر بهش چقدر راهه، این پرواز کنم از کنار خواهی تو اینا زود طولم. صحبت هیکل جبرئیل بود، پیغمبر گفت رسول الله من قد معمولیم اینجوریه که یه پام باشه رو خورشید یه پام رو زمینه، یعنی انقدر هیکل بزرگ. حالا اینا چه هیکلا چه بساطا، پرواز کرد انقدر راه رفت خسته شد، خداوند دوباره نیرو بهش داد، باز انقدر راه رفت تا خسته شد. دفعه سوم که خدا نیرو بهش داده و داشت راه میرفت، یه حورالعینی از کاخ سر برون کرد و کجا میری؟ گفت میخوام ببینم بهش چقدره. گفت از اون اول که شروع کردی تا الان هنوز کاخ من یه دونه حوریه رو نرفتی. میگین کی چه؟ گفت من یکی از حورالعین‌های شیعیان علی هستم، یه دونه شیعش یکیش هستم. حالا چقدیه؟ تازه کاخ من رو تهی نکردیم، چه بهش بزرگی. خبریه خالصه. ببین این که میفرماد که این کارو بکن اون کار، ما 100,000 شهر در بهشت میده، شهرها همون است که یه دونه خونش اونه که اون حوریه گفتش. خبریست اونجا ها. باز این روایت جلو من بازه. ببینید آقای از رجال علمای ما تعریف میکنه که پیغمبر فرمود هر که در روز جمعه ماه رجب 4 رکعت نماز بخونه، ما بین ظهر و عصر هر رکعتی حمد یه بار بخونه، آیت الکرسی 7 بار و قل والله احد 5 مرتبه و 10 بار هم بگه استغفر الله الذی لا اله الا هو و اسأله التوبه، کار نداره. خب مثلا 4 رکعت نماز بنویسد حق تعالی برای او از روزی که این نماز را گزارده تا روزی که بمیرد هر روزی 1,000 حسنه، عطا فرماید او را به هر آیه‌ای که خوانده شهری در بهشت از یاقوت سرخ
و به هر حرفی قصری در بهشت از در سفید، و تزویج فرماید او را حورالعین و راضی شود از او به غیر سخط، و نوشته شود از عابدین و ختم فرماید برای او به سعادت و مغفرت. از این نماز همه هیکلش ده دقیقه نمیشه. اومد شما چه خبره؟ ببینید اینا من حالا چه شغل من اینا هی خوندم متوجه خور که میگذره آدم جزئیاتش یادش میره. مثلا اول رجب که میشه باش کنید مفاتیح رو بخونید، یاد آدم میفته تازه. مثلا الان من ما رمضان هم داره میادش، یه ثوابای تو ما رمضان هم میام نوشته که آدم یادش میره. یه دفعه بخونید اول ما رمضان مفاتیحی که دارید، باز کنید اعمال ما رمضان رو بعدش نوشته که آدم بی وقت دستش نره. اینا نوشته اگر کسی ما رمضان با خرما افطار کنه ثواب نمازش 400 برابر میشه. خرما که کاری نداره با خرما افطار کنه، میگه هم فاله هم تماشاست، خرما چیز خوبه. 400 برابر، شما الان نماز مغرب 400 بار بخون ببین چه سخته، 400 بار سرکت بخون ببین چه بدرید. خب یه خرما خب تیفه. یا کسی که ماه رمضان مثلا دم افطار بگه اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، اون وقت هر که اون روز روزه گرفته خدا ثواب به اینم میده. کاری نداره این گفتنش یه ذره، خودم یادش نره ثواب از دست نره. خب میگه اگه لقمه اولی که میخواد بخوره بگه یا واسع المغفره اغفر لی، خدا همه گناهاشو میامرزه. نوشته خب آدم یادش میره اینا، یادش میاد خب استفاده کنه. خب خود دارم میگن دیگه چرا بریم، ما میبینیم اون طرف نقد میشه، اینا اون طرف نقد میشه. یه کسی تو ده یه چکی پیدا کرده، اصلا نمیدونه چک چی چیه، 2 میلیارده. یه وقتی بیاد تو تهنونو بره تو بانگو بفهمه 2 میلیارد تو هم وهم میفهمه چه بره، قیامت این چک ها نقد میشه. اون خیلی ارزش داره، کارش هم کامل بکنیم. ببینید زحمت ها رو کشیدن، کتاب ها رو نوشتن، خوش خط هم نوشتن، ترجمه هم کنم، مفاتیح هم تو خونه ها خدا روزی کرده داده به همون. خب حیف انسان اطلاعات رو نداشته باشه. و بعد هم ماهای عبادتی هستش، بعد هم میرم آخرت، اینا همه داده میشه به انسان. خب بخواد واقعا آرزو کنه اونایی که موفقن به این عبادت ها و حالا انواع. ببینید بعد مثلا بخواد اولا از خدا و آرزو کنه، بعدم پشتش رو بگیره و خونه ها کمک میکنه. من خدا به من گفتش که من پدرم تا یادمه نماز شبش ترک نمیشد. من میشناسم خانواده یه سین خانواده متدین. گفت من هی خیلی دارم میخواد خواهی نمیشد نماز شبانه، نماز اصلی که آدم بود. بهش گفتم ببین شب وقت پا میشی از نصف شب به بعد، چون سحر میگن ثلث آخر شبه، یعنی شب و سه قسمت کن، اون ثلث آخرش سحر. نماز سحر پا میشی مثلا بری دستشوی یا تو رخت هامون قرط بخوری، به فارسی بگو خدای من بیقوز فارسی، یا بگو استغفر الله عربیش استغفر. چون خدا از کسانی که استغفار میکنن تو سحر تو قرآن تعریف کرده. بعد ما رمضان شدش جلسه داریم با ایشون، البته از من سنش بیشتر، گفتم سحرها که پا میشی که سحر بخوریم؟ نه اما شب همه بند و بیلاش که آزره کرده دیگه، من بیه رو بم نمیشه ده دقیقه بیشه. خب وضو بگی 4 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، 2 رکعت هم شفعه، 1 رکعت هم نماز وتر، حالا دعاهاش هم مستحب به هر چی بخونی، بعد هم 2 رکعت نافله صبح رو میتونی بخونی که دیگه بعدش نماز صبح بخونی. بر سحره که پا شدی کرده بود این کارو، بعد گفتش که دعا میکرد چند ماه بعد، گوه های خاتمی عادت کردم خدا کمکم کرد، ساعت کوک میکنی من نیم ساعتی به از اون، حالا 1 ساعت به از اون پا میشیم خواهد بخواهد پا مات بشن که خواب بگیم، وضو میگیریم خون میخونیم نماز و بعد از اونم میشه دوزه صبحونم درست میکنیم، گاهی میره نونم میخواد. آرزو داشت که بتونه نماز شب بخواد، بعد پشتشو بگیره آدم
حیف شب میگذره روز میگذره اونا حیف میره این عبادت ها دست میره. خب من اینو بگم دیگه بریم خدمت استفاده کردن برادرم. من جلوی دعا رو میخونم مال همین اعمال شعبان، تو ماه شعبان. جناب شیخ طوسی فرمودن که شب نیمه شعبان شما این دعا رو بخون. دیدید که شب نیمه شعبان خود توجه میکنن و اینا. بعد این دعا که چند خطه تا اینجا میادش، مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6 یازده خط این دعا گفته میشه. بعد اون نوشته که این دعاییست که در سحرها در عقب نماز شب خوانده میشود، مستحب. چهار تا دو رکعت که نماز شب خوندی اسمش نماز شب، یه دو رکعت میخونی اسمش شفعه، ما بعد شف مستحب. البته این مستحب این دعا رو بخونی، بعد اون نماز وتر رو بخون که یه رکعت. خب این از دعاییست که کسی که مثلا اگه موفق بشه بعد نماز شب بخونه، مثلا دعاییست که هر شب میخونه دیگه، اونجوری میشه. حالا شما متن دعا رو ببین چه خبره. به خدا اینو امام معصوم یاد داده، نه کسی اختراع کرده. سلام بده. به خدا عرض میکنه الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون. خدا یا امشب یه عده اومدن در خونت. این هر شب میشه گفت، هر شب اینجوریست. قصدک القاصدون، یه عده به قصد تو پا شدن. حالا نماز شب و صبح عمل فضلک، امید داشتن که فضل تو بهشون برسه و معروفک، چیزای خوبی که تو میدی به بنده هاتون. از طالبون، اونه که طالب و لکفی هذا اللیل نفحاتون و جوائز و عطایا و مواهب. و هر وقت یاد این جمله ها میفتم، همی کردم براتون خوندم، خیلی تو فکر میرم. چون این دعا رو هر شب بعد نماز شب میشه خوند، پس این هر شب همی خبرها هست. میفرما در امشب که هر شب همین تو وزش های از رحمت داشتی، جایزه ها به بنده ها دادی، عطاها کردی، هبه ها کردی. میگن آقا بچه ها جمع شدن مثلا پلو پدر بزرگ گوشواره داده، انگشتر داده، پول داده، همه چی، حالا به هم میگن به تو چی داد، به تو چی داد؟ هبه دیگه، بخشش. هر شب بی استثناء خداوند نسیم های از رحمت داره، جایزه هایی میده به بنده هاش، عطاهایی میکنه و هبه هایی میکنه. تمون نبه ها علا من تشاء من عبادک، اونایی که میخوایی منت میگذاری بهشون میدی. و تمنع ها من لم تسبق له عنایت من، اونایی که بهشون ندادی از قبل عنایت تو نشده، یعنی اون عرضشو نداشتن، اون شخصیتو نداشتن. این مطلبی ها. حالا من از شما میپرسم، شما امن دیشب چه جایزه از خدا گرفتی که جایزه برای اول دیگه قبل ها گرفتی سر جاشه؟ دیشب چه نفحات از چی برای شما، چه عطاهای خدا کرده، چه هبه‌هایی کرده؟ خب خبره. خب چرا من خوابیم ها هم یه خبرهاش؟ بله، اونی که خدا منت بهش گذاشته داده، اونی که بگیم بخوابش. بعد به خدا میگه انزا عبیدک، من بنده کوچولوت هستم، فقیرم، به سوی تو آرزو دارم فضل تو رو و معروف تو رو. ای مولای من، امشب که به هر کس تفضلی میکنی از خلقت و میده از این جوائز و اینها، درود بر پیغمبر و آلش، برفست و طیبین به منم بده. جد علیه به تولک معروفه یا رب العالمین. بعد دوباره که به درود میفرست و اینها. بعد اون وقت آخر دعای چیزی، این دعاها رو ائمه یاد دادن دا. بعد میگه خدایا من همچی بی دعوت هم نیومدم، اللهم انی ادعو کما امرت. مگه تو کتابت نگفتی ادعونی از جبله؟ خب من اومدم میخوانم دیگه، تو گفتی بخوان، من میدم، منم دارم میخونم. فست جبلی کما، خودت وعده دادی که اگه من دعا بکنم مستجاب کنی. تو که وعده رو خلاف نمی کنی. قشنگ داره گردن خدا میذاره که این دعا رو باید مستجاب کنی. این چه استفاده هایی مثلا، چه توجهاتی مثلا، اینا میشه دیگه درجات آخرتی انسان میشه، دهش های الهی میشه، رحمت های الهی میشه.
توفیقات الهی میشه، اینا میشه، خب آخرت هم اینا هی جمع میشه، جمع میشه. اون وقت یه نمازی رو نیمه شعبان اینجا یاد دادن ائمه معصومین، بعدم فرمودن دنبال نمازهای شب، هر شب میتونی اینو بخونی. و چه خبر مفاهیمش. حالا این قسمت ها که خیلی پره، من یه وقتی این مفاتیح رو نگاه کردم، نمازهایی که مارم از اون خونده میشه، نمازهای مستحب، خیلی سوره قل و الله توش زیاده، بعدش انا انزلنا توش زیاده. اینجوری به نظرم خاطرم مونده که جمعش 960 قل و الله در کل ماه بود و انا انزلنا کمتر بود. چقدر از این سوره ها استفاده میکنن ائمه، یعنی یاد دادن نماز خوندن اونجا، اینجوری بخون اونجوری بخون اینجوری بخون. خب حیف آدم اطلاع که داشته باشه، یه وقتی توفیق هم خدا میده میخونه میکنه، هم به دلش میفته فردا روزه بگیریم، اینا اثر هم میذاره ها. مثلا این میبینه اون روزه میگیره، یه وقت میگه خب ما بگیریم مثلا. بله آقا یه وقت به من میگفتش که آخه مستحب انسان در ماه سه روز روزه بگیره، تو رسالم داره، اینجا اونجا هم داره، تو این مفاتیح هم داره، تو رساله مثلا توی روزهای مستحبی مثلا نوشتن اینو، تو احکام روزه نوشتن که اگر پنجشنبه اول هر ماه رو و چهارشنبه که وسط میگذره و پنجشنبه آخر رو انسان روزه بگیره، هر ماه بگیره، حالا ما رمضان که دیگه خودش ما رمضان گرفته میشه، خداوند تو پروندهش مینویسه که نوشته ها اینجا ثوابش هم نوشته، پروندهش می نویسته که از وقتی من خلقت رو خلق کردم، اما اول که استارت خلقت رو زدم کی بوده؟ این آدم رو خلقش کردم تا قیامت و هر روز روزه گرفته، این ثواب رو بهش می ده. صوم و دهر، صوم و دهر، و خیلی ثوابه. و من اومده خدا من می گفتش که آقا تیم بیرا با هم چی کنیم بگیریم روزه ها رو، یعنی مواظب هم باشیم من تو رو یادآوری کنم تو منو که بگیریم ایناش. مسئله 1748 برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده، از اون جمله پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از ماه دهمه. حتی اینقدر توصیه کردن که میگن اگر کسی اینا رو به جا نیاره مستحب قضا کنه، اگر اصلا نتونه روزه بگیره این روزا رو مستحب به هر روز یه مطعم، که الان 2000 تومنه مد طعام، یعنی 750 گرم مثلا فقیر بده. یه بنده خدای توی جلسه این مسئله رو خونده بودیم، اینا این مسنه استاد دانشگاه مسنه یا سنش اینا باز شد، این خیلی حواس کرده، فکر کرده اونه که نمتونه بگیره دیگه سنش بالا، حالا اونه که میتونه میگیره، حساب کرد مبلغ خیلی زیاد بود، روزی 60,000 تومن مال یه ماهشه، عمرش رو حساب کرده بود آخه در ماه میشه 33 روز، مارم از اون که گرفته 10 ماهش میشه 30 روز، 3 روز هم ماله. اون وقت خیلی بود پول محله، یادم بیادی که 2,000,000 برای گفت برای گندم بخوام بدم، گفته کسی نمتونه بده اینو بده، خدا هست دیگه و قبول کرد. حالا از حالا به بعدم که میگیره ببینید، اینا وقتی آدم بلد باشه وقتی ما توفیق پیدا میکنه. اللهم صل علی محمد.